استاد خلیلی در 10 روز گذشته نهایت تلاش کرد تا فرمان آقای کرزی هر چه زودتر و بهتر تطبیق شود. او در این مدت از مناطق مختلفی بهسود دیدار کرده و به درد دل مردمانی که از چند سال از رنج حضور کوچه های مسلح را تحمل می کنند از نزدیک گوش داد. آقای خلیلی در ختم اقامتش در بهسود بار دیگر در جمع مردم سخنرانی کرده و سپس با آنها خداحافظی کرد. رفتم این مناطق از نزدیک دیدم و متاثر هم شدم و خوشحالم. متاثر از این که مردم ما خیلی آسیب دیدن، آواره شدن، بیجا شدن. خوشحال شدم که با کمک خداوندی بار دیگر مردم ما صاحب منطقی شد، منطقی خود شده و بار دیگر منطقه‌هایش تخلیه شده. این چیزی که بود و این چیزی بود که آرزوی ما بود و بارها پیش از این مسئله هم بزرگان دولتی به من تلفن زد که مسئله حل شده. گفتم نه، تا زمانی که من خودم نروم دای مرداد و تیزگ و کجاب و کجابم که منطقه وسیع هست باز دنگرما و خربید و اونجا را نبینم من بر نمیگردم. دیروز رفتم و دیدم تا میرزار هم خدمت دوستا رسیدم و از میرزار از راه دیگه برگشتم. مطمئن باشید در اون نواحی به هیچ وجه کوچی دیگه برگشتنی نیست. معاون رئیس جمهور در مدت اقامتش در مناطق بحران دیده بهسود و دایمرداد فرصت حضور در بهسود را غنیمت شمرده برای زیارت اهل قبور به زادگاهش رفت که در آنجا نیز مورد استقبال گرم و صمیمانه اهالی قرار گرفت و در جمع آنان صحبت نمود. و اگر ما عسکری ناقابل دیروز شما باشم، خدمتگزار کوچک امروز شما بر خود میمانم. هیچ چیزی نیست که من اینجا بگم. در روزی که مراسم تحلیف را در کابینه به جا می آوردم به جناب رئیس جمهور یادآور شدم. جناب رئیس جمهور، مردم افغانستان با صندوق‌های رای رفتند، بار دیگر امانت سنگینی را به دوش شما به عنوان فرد اول و معاونینت به عنوان همکارانت گذاشتند. دعا کنید گفتم که امانتدار صادق و امانتدار خوب باشید. اکنون که نخستین مراحل فرمان آقای کرزی در جلوگیری از بحران بهسود به اجرا گذاشته شده است، تطبیق مراحل بعدی این فرمان نیز اولویتی کمتر از مراحل اولی ندارد. بررسی و جبران خسارات وارد شده بر مردم، فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به خانه هایشان و سرانجام اسکان کوچه ها با توجه به ضرب الاجلی که در فرمان آقای کرزی تعیین شده است از موارد دیگری است که تطبیق آن نیز از مکلفیت های دولت است. و معاون رئیس جمهور نیز گفته است که او برای پیگیری مراحل بعدی این فرمان جدیتر از هر زمان دیگر گام برخواهد داشت. این حکم نباید با دید ساده نگاه شود. حکم از طرف رئیس جمهور منتخب مشروع و قانونی شماست. دیگر تمام گپای گذشته که از طرف حکومات ظالم بحثش میشه با این حکم دفن شده، تمام است بحثش. تطبیق مراحل بعدی فرمان رئیس جمهور نیز میطلبد که با دقت تمام گام برداشته شده و جلب هر گونه استفاده جویی نیز گرفته شود. حمایت بیدریغ مردم چه در بهسود و چه در کابل از اقدام استاد خلیلی نشان روشن از خرد و خودباوری سیاسی آنهاست. مردم پی بردن که معضلات این گونه با چه تدبیری باید حل شود و این دیگر به درایت آگاهان امور از جمله دولت افغانستان برمیگردد
که مراحل بعدی فرمان آقای کرزی را با توجه به ابعاد حادثه در بسود چگونه پیش خواهند برد.